اولین روزنامه که بهش میپردازیم روزنامه اینترنتی هافینگتون پست است که در مقاله‌ای با اشاره به تسخیر شهر رمادی توسط نیروهای دولت خودخوانده اسلامی موسوم به داعش نوشته این تحول جدیت آمریکا در مبارزه با این گروه افراطی را زیر سوال برده است، زیرا به اذعان مقامات نظامی و اطلاعاتی آمریکا واشنگتن از ورود کاروان نیروهای داعش به این شهر خبردار بوده است. این هم با واکنش تند قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مواجه شده که هم اکنون گفته می‌شود در عراق است، به حدی که وی آمریکا را شریک جرم داعش دانسته. برخی این بیتفاوتی آمریکا در اجازه دادن به داعش برای تسخیر رمادی، مرکز پهناورترین استان عراق علمبار را که عمدتا جمعیت اهل سنت دارد را ناشی از نگرانی واشنگتن می‌دانند، زیرا تهران به بهانه مبارزه با داعش به گسترش نفوذ خود در این کشور اقدام کرده است. نویسنده این مقاله عدم واکنش آمریکا به ورود کاروان داعش به شهر رمادی را نه به خاطر کاهش خسارت‌های جانبی در صورت حمله هوایی به رمادی و نه به خاطر امتیازگیری از حیدرالعبادی نخست وزیر عراق و تحت فشار گذاردن وی برای بریدن از ایران دانسته، بلکه با این احتمال که برخی از مقامات آمریکا معتقدند در صورت نابودی کامل داعش ایران با تقویت هشت شعبی و گسترش آن در حد حزب الله لبنان کنترل کامل‌تری بر امور داخلی عراق خواهد داشت. روزنامه بعدی یا مقاله بعدی که بهش می‌پردازیم از روزنامه نیویورک تایمز است که در مقاله تحت عنوان افزایش ذخیره اورانیوم ایران مذاکرات را پیچیده‌تر کرده است نوشته با یک ماه مانده به پایان مهلت مذاکرات اتمی ایران با جامعه جهانی برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند که میزان ذخیره اورانیوم 5% غنی شده در ایران 20% طی 18 ماه اجرای توافق موقت اتمی افزایش یافته است. این در حالی است که باید در این دوره تهران این فعالیت را تعلیق می‌کرده. کارشناسان دو احتمال در این زمینه دارند. اولا که تهران فرآیند تبدیل اورانیوم 5% به لوله‌های سوخت نیروگاهی را با مشکل فنی برخورد کرده و ثانیا ایران با افزایش ذخیره اورانیوم 5% خود به دنبال افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات است. اما در همین گزارش بازرسان آژانس آمده که نه تنها ایران به سوی تسلیحات اتمی نرفته، بلکه تهران تمامی فعالیت‌هایی را که شایبه دستیابی به تسلیحات داشته را متوقف کرده است. به نوشته این مقاله ایران باید ظرف چند ماه اولیه پس از دستیابی به توافق نهایی حدود 9 تن اورانیوم 5% غنی شده خود را به حدود 300 کیلوگرم برساند. یکی از راه‌های پیشنهادی خروج آن اورانیوم ها از ایران است که تهران تاکنون این گزینه را رد کرده. این یکی از مسائلی است که به نوشته این مقاله هنوز در مذاکرات درباره آن به نتیجه نرسیدند.